возвращаемся в Казань, где в одной из школ неизвестный. مدرسه شماره 175 شهر کازان در جمهوری تاتارستان روسیه با 717 دانش آموز، معلم و کادر اداری امروز شاهد روزی خونبار بود. حادثه ای تکان دهنده که با ورود دو نوجوان مسلح 14 و 17 ساله به مدرسه و تیراندازی مداوم به سوی دانش آموزان و معلمان آغاز شد و پایان این ماجرای خونین اما جان باختن 11 معلم و دانش آموز، مصدومیت شدید 32 نفر، کشته شدن یکی از مهاجمان و دستگیری یکی دیگر از آنها بود. 175 школі Казані. رئیس جمهور از وقوع این اتفاق هولناک عمیقا متاثر است و با خانواده قربانیان و مجروحان ابراز همدردی می کند. با دستور فوری ولادیمیر پوتین کمک‌های مالی، پزشکی و امدادی به شهر کازان ارسال شده است. و اینجا نخست وزیر و اعضای هیئت دولت روسیه با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان و مجروحان این حادثه غم‌انگیز نشستی اضطراری برگزار کردند. حادثه تیراندازی و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از دانش آموزان و معلمان یک مصیبت بزرگ برای کشور است. وزرای بهداشت، آموزش و پرورش، موقعیت‌های اضطراری، تیم‌های مجرب پزشکی و متخصصان روانشناسی با تجهیزات کامل پزشکی و امدادی به تاتارستان اعزام شدند تا از نزدیک به کمک خانواده قربانیان و حادثه دیدگان بشتابند. رئیس جمهوری تاتارستان هم سه شنبه را روزی مصیبت بار و سیاه برای روسیه و شهر کازان دانست. این حادثه فاجعه بارترین مصیبت سالهای اخیر در جمهوری تاتارستان است. ما ابعاد این فاجعه را بررسی و تلاش می‌کنیم این حوادث خونبار تکرار نشود. حمله به مدارس و اماکن پرجمعیت در روسیه طی سالهای اخیر شدت پیدا کرده و سازمان امنیت فدرال این کشور تنها طی یک سال گذشته بیش از 40 نفر از تروریست‌ها و جوانان و نوجوانانی که با انگیزه های متفاوت قصد حمله به مدارس یا اماکن پرجمعیت را داشتند پیش از انجام هر گونه عملیاتی دستگیر کرده. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.